در چارچوب آمادگی های فشرده برای پذیرایی از زائران در روز دهم محرم، مهندس نصیف جاسم الخطابی استاندار کربلا دیدار مهمی با سپهبد علی الهاشمی فرمانده عملیات کربلای معلا داشت. در این دیدار وضعیت امنیتی استان کربلای معلا و آمادگی های لازم برای زیارت میلیونی اربعین و همچنین زیارت روز عاشورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت. دو طرف بر اهمیت هماهنگی مشترک بین نهادهای مختلف امنیتی و خدماتی برای تضمین طرح امنیتی و ایجاد فضایی امن و مناسب برای زائران اشاره کردند. مهندس نصیف الخطابی بر لزوم تشدید تلاش‌ها برای تأمین امنیت زائران تأکید کرد و خواستار ارائه حمایت و کمک‌های لازم به نیروهای امنیتی برای انجام این مهم شد. با عنایت به فرارسیدن ایام عزاداری سید و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام، مساجد و حسینی‌های شیعی سرتاسر تایلند مراسم عزاداری دهه محرم خود را اعلام کردند. لازم ذکر است از خصوصیات بارز شیعیان تایلندی برگزاری مراسم عزاداری سربر و سالار شهیدان حضرت ابو عبدالله حسین علیه السلام است که همه ساله در مساجد و حسینی‌های خود در سراسر این کشور، به ویژه در شهر بانکوک و شهرهای واقع در جنوب این کشور از جمله ناخان، سیتامارات، ساتون، ترانگ و پاتالونگ برگزار می شود. از دیگر جلوه های ویژه محرم حسینی در کشور تایلند حضور دستجات سینه‌زنی است که در برخی از مناطق شهرهای واقع در جنوب این کشور از جمله ناخان، سیتامارات، ساتون، ترانگ و پاتالونگ در روز تاسوعا و عاشورای حسینی است. همچنین دستجات عزاداری در هفتمین روز شهادت حضرت امام حسین علیه السلام به عزاداری می‌پردازند که توجه همگان به ویژه غیر مسلمانان و جهانگردان را به خود جلب می‌کند. و خبری از مسلمانان در چین. آمارها و داده‌های انجمن اسلامی چین نشان می‌دهد در حج تمتع امسال هیچ مسلمان اویغوری از سینکیانگ حاجی نشد. به گفته کارشناسان، عدم مشارکت مسلمانان اویغور در مراسم حج نمونه دیگری از سرکوب اویغورها توسط دولت چین است. مسلمانان در چین برای زیارت و رفتن به حج که یکی از ضروریات دینشان هست به اجازه دولت نیاز دارند. گفتنی است آخرین باری که یک زائر از سینکیانگ به حج مشرف شد در سال 2016 بود. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز گذشته در بیشکک پایتخت قرقیزستان با صدیر جپاروف، رئیس جمهور این کشور، دیدار و ابراز امیدواری کرد که کشورهای آسیای مرکزی، قرقیزستان و تاجیکستان اختلافات مرزی خود را به صورت مسالمت‌آمیز حل کنند. گوترش در ادامه تجربه مثبت قرقیزستان در حل و فصل اختلافات ارضی با کشورهای همسایه را ستود و به تهدید حدود مرزی موفق با ازبکستان در سال گذشته اشاره کرد. گفتنی است مرز دولتی بین قرقیزستان و تاجیکستان تقریبا 980 کیلومتر است. در حال حاضر بیش از 90% از خط مرزی حل و فصل شده و به رسمیت شناخته شده است و بخش‌های باقی مانده مورد مناقشه می‌باشد. بر اساس بولتن هفتگی سازمان بهداشت جهانی WHO، آبله میمون در آفریقای جنوبی، سرخک در نامیبیا و تب دنگی در این مناطق دوباره احیا شده است. سازمان جهانی بهداشت WHO از افزایش موارد ابتلا به آبله میمون، سرخک و دنگی در بخش‌هایی از آفریقا خبر داده است. بین 1 ژانویه و 16 ژوئن 2024
آفریقای جنوبی 12 مورد تأیید شده ابتلا به آبله میمون با 2 مورد مرگ را گزارش کرد. شیوع سرخک در منطقه آرونگو در نامیبیا نیز در مارس 2024 آغاز شد و تا 7 ژوئن 2024 105 مورد ابتلا در این منطقه گزارش شد. تب دنگی نیز از سال 2023 در این مناطق شیوع یافت که تاکنون 1422 مورد مشکوک به ابتلای به آن گزارش شده است. و خبر پایانی امشب، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه با مشارکت آژانس غذایی سازمان ملل در گزارشی مشترک روز گذشته اعلام کردند کاهش ضایعات غذایی به نصف میتواند انتشار گازهای گلخانه‌ای و در نتیجه گرمایش آب و هوا را کاهش دهد و به سوء تغذیه 153 میلیون نفر در سراسر جهان پایان دهد. به گفته یه سازمان خاربار و کشاورزی، حدود 1/3 مواد غذایی تولید شده برای مصرف انسان در سطح جهان از بین می رود و همین امر منجر به انتشار گازهای گلخانه بیفایده می شود. گفتنی است کشاورزی، جنگلداری و سایر کاربری های زمین حدود 1/5 از انتشار گازهای گلخانه ناشی از انسان در جهان را تشکیل می دهد. بر اساس این گزارش، بین سالهای 2021 تا 2023، میوه‌ها و سبزیجات با توجه به ماهیت بسیار فاسد شدنی و ماندگاری نسبتاً کوتاه، بیش از نیمی از مواد غذایی هدر رفته را تشکیل می‌دادند و پس از آن غلات بیش از 1/4 مواد غذایی از دست رفته را تشکیل می‌دهند.